سلام به طرفداران همیشگی عصر بازی. امروز با یه ویدیو جذاب در خدمتتونیم و میخواییم بهترین بازی‌های جدیدی که قراره توی ماه جوان امسال منتشر بشن رو بهتون معرفی کنیم. اگر دوست دارید بدونید که بزرگترین سازنده‌های دنیای گیم چه بازی‌هایی رو این ماه در چنته دارن، با ما در این ویدیو همراه باشید. شماره 1. بذارید این ویدیو رو با یه خبر خوب برای طرفدارای بازی دیابلو شروع کنیم. بازی دیابلو ایمورتال که خبر انتشارش فقط برای گوشی‌های موبایل اومده بود، قرار دوم جوان امسال برای پی سی هم به بازار. این یه بازی رایگان و مولتی پلیره که خبر انتشار اون برای سیستم عامل اندروید و آی او اس احساسات پی سی گیمرها رو جریحه دار کرده بود. اما حالا همه میتونن این بازی جذاب رو امتحان کنن. جالبه بدونید که این بازی کراس پلی و کراس پروگرشن داره، به این معنا که شما همزمان میتونید توی پلتفرم های مختلف بازی کنید و جریان رشد کاراکترتون رو از دست ندید. شماره 2. دومین بازی لیستمون بازی کاپ هید دی دلیشیس لاست کورس دی ال سی نام داره که در واقع آخرین دی ال سی بازی اصلی کاپ هید محسوب میشه. این بازی در تاریخ 3 جوان برای تمامی پلتفرم ها به بازار عرضه میشه و یک کاراکتر جدید به نام میس چالیس رو به بازی معرفی میکنه. اضافه شدن کاراکتر جدید احتمال ساخت قسمت دوم کاپ هید رو بالا میبره که دقیقا همون چیزیه که طرفدارای این بازی جالب و متفاوت توقع داره. شماره 3. و یه خبر خوب دیگه برای طرفدارای بازی های جسم، این بار برای طرفدارای دنیای الدر اسکرولز. دی الدر اسکرولز آنلاین های آیل قرار 6 جوان برای پلتفرم پی سی و 21 جوان برای سایر پلتفرم ها به بازار بیاد و حسابی که دل طرفدارا رو با خودش ببره. داستان بازی هم به این صورته که یک محفل مخفی از شوالیه ها میخوان صلح رو از بین ببرن تا جنگ ادامه پیدا. این بازی توی دنیای الدر اسکرولز آنلاین اتفاق میفته، اما توی سرزمینی که توی هیچ کدوم از بازی‌های قبلی دیده نشده جریان. شماره 4. ستارشیپ تروپرز ترن کماند یک بازی استراتژی که توی زمان واقعی اتفاق میفته و شما رو به دنیای بازی ستارشیپ تروپرز میبره. دشمن شما در این بازی یک سری موجودات فضایی عنکبوت مانند هستند و داستان این بازی رو معمولاً توی بازی‌های شوتر سوم شخص میبینید. بنابراین دیدن چنین سناریویی توی یک بازی استراتژیک در زمان واقعی میتونه جالب توجه باشه. در نهایت اینکه ستارشیپ تروپرز ترن کماند 16 ماه جوان برای پلتفرم پی سی منتشر میشه. شماره 5. پنجمین بازی لیستمون مدیسن، یه بازی اول شخص در ژانر سایکولوژیکال هارر که 24 روم شوان برای پلتفرم پی سی منتشر میشه. شروع این بازی به این شکله که شما توی یک اتاق تاریک بیدار میشید و میبینید که دستاتون خونی هستن. در واقع طبق داستان بازی شما یک زندانی هستید که توسط یک روح شیطانی به نام مدیسن به اسارت گرفته شده و باید یک مراسم آیینی که 10 سال پیش شروع شده رو ادامه بده و حتی تکمیلش کنه. این بازی بیشتر حول محور پازل ها میچرخه و به شما یک دوربین جدا میده که میتونید با اون ببینید توی دنیای ارفا چه خبر. چون به عنوان یک انسان اتفاقاتی که در دنیای ماوراءطبیعه اطرافتون رخ میده رو هرگز نمیتونید ببینید. شماره 6. سیلت یه بازی ترسناک به سبک بازی لیمبو هست که زیر دریا اتفاق میده. البته شباهت این دو بازی فقط ظاهریه و توسط 2 سازنده مختلف ساخته شده. این بازی 2 بعدی بهتون امکان قفاسی و حرکت به سمت هر جهتی زیر اقیانوس رو میده و میشه اون رو ترکیبی از بازی های لیمبو و بخشی از جنبه های خیلی سخت و عمیق بازی سابناتیکا دونست. این بازی خط داستانی جالبی هم داره و شما باید توی فضای جذاب و مرموز زیر اقیانوس کاوش کنید، پازل حل کنید و پیش برید. بازی سیلت رو میتونید 1 جوان از طریق پلتفرم استیم برای پی سی تهیه کنید. تاریخ انتشار این بازی برای کنسول هنوز به طور دقیق مشخص نیست، اما میدونیم که کمی دیرتر برای این پلتفرم ها هم منتشر میشه. شماره 7. بازی فایر امبلم واریرز 3 هوپس اسپیناف بازی فایر امبلم 3 هاوسز هست که به شما این امکان رو میده که با گروه های عظیمی از دشمن ها مبارزه کنید. این بازی بیشتر بر مبارزه و اکشن تمرکز داره، اما شما رو با داستان‌های جالبی هم آشنا می‌کنه.
و بعضی از کاراکترهای بازی اصلی رو هم در اختیار داری. در نهایت اینکه بازی فایر امبلم واریرز 3 هوپس در 24 ژوئن برای نینتندو سویچ منتشر میشه. شماره 8. هشتمین بازی لیستمون سونیک اوریجینز هست که ریمستر 4 بازی قبلی سونیک و کالکشنی از بازی‌های سونیک دی هج‌هاگ، سونیک دی سی، سونیک 2 و سونیک 3 اند ناکلز. این بازی به سبک بازی سونیک منیا طراحی شده و تمامی ساوند ترک‌های اورجینال بازی سونیک رو در خودش جا داده. در نهایت اینکه سونیک اوریجینز 23 ژوئن برای پی سی و سایر پلتفرم‌ها منتشر میشه. حتما توصیه میکنم که این بازی رو تهیه کنید و از انجامش لذت ببرید. شماره 9. بازی ماریو استرایکرز باتل لیگ 3 بازی از مجموعه ماریو استرایکرز هست که به زودی قراره منتشر بشه. این بازی یکی از معدود بازی‌های نینتندو سویچه که روی ورزش و مسابقه تمرکز داره. یکی از جنبه‌های خوب این بازی امکان تشکیل کلاب هست که تا 20 نفر میتونن بهش جوین بشن و از تیم گرفته تا استراتژی خودشون رو برنامه‌ریزی کنن. ماریو استرایکرز باتل لیگ رو میشه ترکیب ماریو کارت با فوتبال در نظر گرفت. در نهایت اینکه این بازی رو هم میتونید 10 ژوئن روی نینتندو سویچ امتحان کنید. و اما آخرین بازی لیستمون یعنی بازی شماره 10 بازی نیست جز دی کوئری. این بازی توسط یک تیم با استعداد از توسعه دهنده ساخته شده که از جمله بازی‌های قبلیشون میتونیم به آنتیل داون و دارک پیکچرز آنتولوژی اشاره کنیم. بازیگرایی که توی این بازی نقش آفرینی میکنن هم حسابی معروفن و احتمالاً همتون اونا رو میشناسید، از دیوید آرکت گرفته تا لین شیگ و آریل وینتر. جالبه بدونید که این بازی 186 تا پایان داره که بسته به تصمیمات شما هر کدوم از اونا ممکنه براتون اتفاق بیفته. در نهایت اینکه دی کوئری 10 ژوئن برای پلتفرم های پی سی، ایکس باکس و پلی‌استیشن منتشر میشه و احتمالاً یکی از بهترین بازی های سال 2022 لقب بگیره. بسیار خوب، اینم از ویدیوی امروز. امیدوارم که از لیست امروزمون لذت برده باشید. اگر این بازی ها به نظرتون جذاب بودن، یادتون نره که کانال یوتیوب و آپارات عصر بازی رو دنبال کنید تا با کلی ویدیوهای هیجان انگیز دیگه هم آشنا بشید. پس تا ویدیوی بعدی همینجا در عصر بازی، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار رفقا.